کسی اومده که هیچ چیز نمیخواد. برای مبارزه پول نمیخواد. گفته که در ایران اگر رفتم، اگر موفق شدم، به راستی به شرف سوگند، به شرف سوگند گفتم چهار نسل قبلی من از سران ایل بودم، من از عشایر پارس هستم. همون عشایری که کوروش میگه ای سران قبایل پارس، بدانید و آگاه باشید که هر کس که راحتی طلب بشود ذلیل خواهد شد و تمام کسانی که با ذلت نابود شدند قربانی راحتی طلب، راحتی طلبی و ترس از مرگ شدن. ترس از مرگ ندارم، راحتی طلب نیستم. به راستی با جناب سربی و همسرم سخن گفتم، تصمیم میگیرم که خسته نباشم. من با تصمیم خستگیم رو از خودم دور میکنم. برای که میخواهیم درود بر شما، بفرمایید. قطع شد آقا. قطع شد. همون جایی که گفتید ندارید اینقدر شما اعتماد کنم، این ویندوش اون از اونجا بد بشه. درود بر شما. خب میخوام دیگه ادامه ندیم دیگه، من اینجا دارم ادامه این رو برای شما میفرستم، شما وصل کنید به اون که بتونید بقیه رو من پس ادامه میدم چند دقیقه و بعد میفرستم برای شما. ممنون، زنده باشید. خب هموطنان گرامی، برنامه ما قطع شد. من چند مطلب رو که جمع‌بندی داریم ادامه میدم و بفرستم برای جناب سربی و جناب سربی در بازپخش بقیه این برنامه رو خواهد گذاشت و شما هموطنان گرامی میتونید بقیه رو ببینید. از عشایر پارس هستم، وحشتی ندارم و میخوایم با هم بجنگیم. متحد من بشید، متحد خودشون بشید، متحد کوروش بشید. کسانی که هی را میافتید میگید ما فرزندان کوروش و داریوش هستیم، نمیدونید کوروش و داریوش یعنی چی. کوروش یعنی آقا دلاوری، کوروش یعنی خرد. همین فرزندان کوروش و داریوش هستیم، نمیدونم در جهانم بی هویت و سرفکنده زندگی میکنیم. نه، فرزندان کوروش و داریوش به هوشنگ متحد با هوشنگ متحد میشن و سرزمینش رو، سرزمینشون رو از احمدی نژاد و از خامنه ای و از نمیدونم رفسنجانی که در واقع ادامه موبدان زرتشتی و خانواده برمکی هستند، اینا براستی و فرزند خلف چنگیز که همون جوری مونده، این از اوناست که مونده. اینا تو خودشون ازدواج کردن، این مغل 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 مونده، حالا میخواد خرخره مردم ایران رو بجوه، 12 میلیارد دلار وام میگیره میگه نمیدم. ما این رو میشونیم سر جاش، به ایران سوگند، به این گردن کلفت زنجیری آویزون میکنیم که خیش بکشه، جای گاو ازش استفاده میکنیم که زمین بکاره. نترسید، نترسید، من انتقام این تاریخ رو از اینها خواهم گرفت. هموطنان گرامی، و انتقام شما زنان و دخترانی که مورد بی احترامی و تجاوز قرار گرفتید. احترام به قول معروف من انتقام فرزندانی که به جای رقص، رقص شب زفاف روی جرثقیل می‌رقصید راستی خواهم گرفت. با اتحاد ملت ایران، پاینده ایران، برمی‌گردم به دنباله سخنانم.